امروز میخوایم با هم دیگه سه مدل مارینت کردن ماهی رو یاد بگیریم. با من همراه باشین تا این ماهی های خوشمزه و بدون بو و راحت رو درست کنیم. من اینجا ماهیم رو شستم و گذاشتم کاملا آبش رفته. اگه آبدار بود حتما با یه دستمال خشکش کنید. از ماهی تازه استفاده کنید و اگر گاهی از ماهی یخ زده خواستین استفاده کنید، من بهتون توصیه میکنم که یه مقدار آب و نمک درست کنید. تکه‌های ماهی رو به آب و نمک اضافه کنید. اینجوری یخ ماهیتون زودتر باز میشه و نمکی که داخل آب هست به بافت گوشت اصابت میکنه و خوشمزه ترش میکنه ماهی. خیلی هستن که ماهیشون رو داخل شیر میذارن که اونم یه گزینه خوبه که باعث میشه بافت ماهیتون نرمتر بشه. اولین مدلمون اینه که اول میایم تکه های ماهیمون رو به نمک و فلفل آغشته میکنیم. اینجا من نمک و فلفل رو با هم مخلوط میکنم. تکه های ماهیم رو به این نمک و فلفل آغشته میکنم کامل. هر تعداد داشتین به نمک و فلفل آغشته کنین. بذارینش یکم یخچال. میتونید از یکم زعفران هم اونجا کمک بگیرین، ولی ساده ترین روش ماهی و تقریبا اینکه خوشمزه میشه همینه که با نمک و فلفل مزه دارش میکنیم. میتونید یکم زردچوبه هم به ادویه هاتون اضافه کنین، ولی من زردچوبه رو داخل آرد ریختم. میتونید هم داخل آرد بریزید هم داخل موادتون. بعد از اینکه ماهیتون رو به نمک و فلفل آغشته کردین، بذارید یه چند ساعتی بمونه و بعد داخل آردی که زردچوبه زیادی ریختین تیکه های ماهیتون رو بزنین و داخل روغن سرخ کنیم. این روش یک روش ساده و تقریبا کارآمده برای ماهیتون که هم زود آماده میشه و هم خوشمزه است. تو روش بعدی که روشی که بیشتر من خودم انجام میدم و از بابت مزهش راضی هستم. برای این روش میایم یه دونه پیاز متوسط رو رنده میکنیم، آبش رو میگیریم، داخل ظرف میریزیم، زعفران یک قاشق غذاخوری تا دو قاشق غذاخوری، آب نارنج که میتونید آب لیمو هم استفاده کنید، ولی توصیه هم بهتون اینه که اگه میخواین از آب لیمو استفاده کنید، وقتی ماهیتون رو تو تابه میذارید یه طرفش که سرخ شد برگردوندید تا طرف دیگرش سرخ بشه، اون موقع آب لیمو رو اضافه کنید. اگه اول آب لیمو رو به ماهیمون اضافه کنیم یکم بافت ماهی رو سفت میکنه. من اینجا از آب نارنج استفاده میکنم، یک قاشق و روغن مزه‌دار شده که خودم درست کردم اونم یک قاشق. روغن هم رنگ کاملی به ماهی میده و هم مزه خوبی. نمک یک قاشق چایخوری، دارچین نصف قاشق چایخوری، پاپریکا یک قاشق چایخوری، پودر سیر نصف قاشق چایخوری، ادویه ماهی یک قاشق غذاخوری، پودر قوره یا میتونید از گرد لیمو هم استفاده کنین، ولی پودر قوره ترشی کمتری داره، یک قاشق غذاخوری، پودر گشنیز یک قاشق چایخوری، پودر فلفل نصف قاشق چایخوری. اینجا ادویه هامون رو داخل این روغن مایه داخل مایه قبلیمون میریزیم، هم میزنیم تا یه دست بشه. بعد اینجا میایم تکه های ماهی رو به این مواد آغشته میکنیم و به مدت 3 الی 6 ساعت، حتی یه شبانه روز هم میتونید انجامش بدین. اینجا ماهیاتون رو داخل این مایه بذارین تا خوب مزه دار بشه. بهترین توصیه هم بهتون اینه که این مایه رو حداقل ماهیتون رو 6 ساعت داخل این مایه بذارین تا کاملا مزه دار بشه. خودم همیشه با این روش درست میکنم. بعد از 6 ساعت از داخل یخچال درش میارم، میریزمش تو صافی، یه جسم سنگین روش میذارم تا کاملا ماهیم خشک بشه و بعد داخل آرد میزنم و سرخ میکنم. و برای روش سوم
دو قاشق غذاخوری آرد شیرینی یا آرد نون داریم، دو قاشق غذاخوری پودر سوخاری پانکو داریم، یک قاشق چایخوری پودر سیر، نصف قاشق چایخوری فلفل قرمز، نوک قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری پودر انبه، یک قاشق چایخوری پودر پیاز، یک قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، توک قاشق چایخوری دارچین و یک قاشق غذاخوری ادویه ماهی داریم به اضافه زعفران. اینجا میام این موادی که اینجا داریم برای مارینت کردن میریزیم داخل آسیاب و همه رو با هم دیگه یه دست پودرشون میکنیم. من اینجا اومدم ادویه ها همراه با نمک و آرد ها رو داخل آسیاب کاملا پودر کردم. بعد میایم تیکه های ماهیمون رو داخل یه ظرف میذاریم، روش زعفران میریزیم، تیکه های ماهی رو کاملا با زعفران یه دست میکنیم و بعد داخل آردی که درست کردیم میذاریم یخچال تا یکم بمونه و بعد سرخشون میکنیم. از این سه مدل هر مدلی رو دوست داشتین میتونید به ذائقه خودتون انجامش بدین. هر سه مدل ماهیاتون رو خوشمزه میکنه. همیشه یادتون باشه ماهیاتون رو حتما از قبل مزه دار کنین، از ماهی تازه استفاده کنین. بعد از اینکه ماهیتون رو تمیز کردین بهترین کار اینه که یکم داخل آب و نمک بذارین تا ماهی خوب مزه دار بشه. وقتی میخواید ماهیتون رو سرخ کنید همیشه از طرف گوشت ماهیتون رو بذارید. ماهی باید داخل روغنی سرخ بشه که کاملا داغ شده. پس اگه ماهیتون سرده یا روغنتون سرده به هیچ عنوان ماهی رو داخلش سرخ نکنید. اگه خواستین از آب لیمو استفاده کنید حتما آب لیمو رو اواخر پخت ماهیتون اضافه کنید. خب اینم از ماهیای مزه‌دار شدمون که بعد از اینکه حدوداً 6 ساعت داخل یخچال گذاشتم زدم توی آرد و اونایی هم که زده بودم تو آرد همونطوری گذاشتم توی یخچال و الان دارم سرخشون میکنم. وقتی تعداد تیکه های ماهیتون زیاده روی وقتی سرخ میشن روی هم نذارید. بهتره وقتی ماهیاتون سرخ میشن توی سینی فر کنار هم دیگه بچینین و بذارینش داخل فر با درجه 150 که هم گرم بمونه و هم تیکه ها روی هم انباشته و نرم نشه. در هر سه روش ماهیاتون خوشمزه و ترد میشن. امیدوارم که این ماهی های خوشمزه رو درست کنیم. خب اینم سه نوع مارینت کردن ماهی بود که با هم دیگه انجام دادیم. من اینجا ماهیم رو همراه با پلوی ساده آماده کردم همراه لیمو ترش میل کنیم. ممنونم که تا آخر با من همراه بودین و این نکته رو بگم که ماهی هایی که با مارینت دوم بود بعد از اینکه از داخل یخچال درشون آوردم داخل آرد زدم و بعد سرخشون کردم. امیدوارم که این خوشمزه ها رو درست کنید و مطمئن باشید با هر کدوم از مارینتا درست کنید واقعا خوشمزه، خوشرنگ و بدون بو هستند.